سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و روزهای خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. بار دیگه خدمت شما رسیدیم برای درس دوم از بخش سلامت و بهداشت. انشاءالله که این کتاب تا اینجا حالا یه درسشو خوندید، انشاءالله که لذت کامل برده باشید و بتونه توی زندگیتون یک روزنه‌ای رو باز کنه برای بهبود زندگی ما و تغییراتی در نحوه نگرش ما به زندگی. درس دوم شما در رابطه با بچه‌ها سبک زندگیه. چیزی که میخوام اینجا اقرار کنم و بگم این که این یکی از اون درسایی بود که سال گذشته توی امتحان نهایی خوشبختانه حذف شد. یعنی این که اومدن به ما گفتن که حذفه، بعد کلی ما ذوق کردیم، گفتیم آخ جون حذف شده. میدونید دیگه دانش آموزا اساسا دوست دارن که بعضی از دروس رو حذف شده داشته باشن، حالا حتی اگه یه خط بشه، یه پاراگراف که بشه بگی حذف، کلی حالشو میبرن. اما متاسفانه روز امتحان فرا رسید و مثل چوپان دروغگو دقیقا دیدیم که توی امتحان اومد. حالا چی کار کردن؟ هیچی، نمراتش رو تقسیم کردن توی برگه. پس میخوام بگم بعضی مواقع بعضی از دروس ممکنه که از طرف آموزش و پرورش به عنوان دروس حذفی اعلام بشه، ولی اینکه چقدر ممکنه که این تو امتحان بیاد یا نه دیگه بستگی به اون طراح سوال داره که آیا به خودش زحمت میده طرح سوالش رو جدید دوباره ویرایش کنه و بنویسه، یا اینکه نه استناد کرده به سوالهای قبل و از اون داره برداشت میکنه. خب بریم سراغ سبک زندگی، ببینیم که سبک زندگی چه تأثیر روی زندگی ما داره. همونطور که شما توی درس قبل خوندید، ما یک سری عوامل رو برای شما اشاره کردیم و گفتیم که یک سری عوامل میتونه روی زندگی ما و نگاه ما روی زندگیمون تأثیر بذاره. اما ببینیم که امروز اصلا سبک زندگی یعنی چی؟ سبک زندگی سالم چه چیزی رو برای ما داره صحبت میکنه؟ میخواییم بگیم که انتخاب ما در رفتارهای افراد در سبک زندگی به یک سری عوامل بستگی داره. سبک زندگی سالم اون مجموعه ای از انتخابهای سالم افراده که متناسب با موقعیتهای زندگیشون صورت میگیره. پس سبک زندگی سالم برمیگرده به یک کلکسیون یا یک مجموعه ای از انتخاب‌های سالم من فرد که با موقعیت‌های مختلف زندگی من اینها چی میشه؟ هارمونی داره و هماهنگ میشه. این انتخاب‌ها بر روی سلامت فرد تأثیر میذارن و تحت تأثیر عوامل مختلفی به وجود میان. پس اینجا میتونه یک سوال بده. سوالش چیه؟ عوامل مختلفی که پس من اینجا براتون مینویسم. یک، منظور از، بذارید بچه ها من این قلمم رو یه ذره درستش بکنم چون احساس میکنم که یه مقدار درشت مینویسه و من با این یه ذره مشکل دارم. خب ببخشید. منظور از سبک زندگی، زندگی سالم به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سلامت انسان چیست؟ درست شد؟ خب این میشه مجموعه ای از انتخاب‌های سالم افراد که متناسب با موقعیت‌های زندگیشون داره چی میشه؟ صورت میگیره. ممکنه سوال بدن که اینجا به این صورت که توی صحبتی که الان دارم میکنم براتون اینه که ما به شما گفتیم این انتخاب ها روی سلامت فرد تأثیر میذاره و تحت تأثیر عوامل مختلفی هست. به عبارت دیگه مردم اغلب، ببخشید، مردم اغلب با توجه به فرهنگ، هنجارهای اجتماعی و بر اساس شرایط اقتصادی خودشون همواره در زندگی خود دست به انتخابهایی میزنن. پس اینجا میتونه جای خالی داده بشه که تحت تأثیر چه عواملی مردم میان دست به انتخابهای مجدد میزنن. پس اینجا رو میتونیم به صورت جای خالی مد نظر در نظر بگیریم که یک، مثلا بر اساس اون فرهنگ، اون آداب و رسوم، اون نگاهشون،
و نگرششون، اون بایدها و نبایدهایی که توی اجتماع برای ما آوردن یا بر اساس اون شرایط اقتصادی خودشون همواره میتونن زندگی خودشون رو چیکار کنن، دست به تغییرات و انتخابهایی بزنن. از این رو برای افراد برخوردار از درآمد و آموزش‌های بالاتر شاید یه فرصت انتخاب بیشتری به وجود بیاد که توی زندگیشون بتونن این کارها رو انجام بدن. اما اینها همش به این معنی نیستش که این افراد همیشه انتخاب و رفتارهای سالمتری رو دارن. انتخاب‌ها و رفتارهای افراد اساساً، پس بچه ها از اینجا حتما این رو مد نظر داشته باشید که یه سوال خیلی مهمه. پس ما میگیم که سوال در بحث سبک زندگی انتخاب‌های افراد مختلف، تحت تأثیر چه عواملی است یا تحت تأثیر چه عواملی صورت میگیره. خب ما اگر بخوایم اینها رو برای شما بگیم، ما اینجا نشون دادیم که سبک زندگی ما یه مجموعه از انتخاب‌های سالم افراد بود که متناسب با موقعیت‌های مختلف برای ما چیکار میکنن انجام میدن. تو جدولی که درس قبل هم داشتیم دقیقاً اینو اشاره کردیم که یک سری عوامل محیطی، عوامل ژنتیک و فردی، خدمات بهداشتی درمانی و سبک زندگی روی ماها چی میذاره، تأثیر میذاره. اما سوالی که من اینجا مطرح کردم این بود که در بحث سبک زندگی افراد، اون انتخاب‌ها و رفتارهایی که افراد توی سبک زندگیشون دارن انجام میدن تحت تأثیر چه عواملیه. ما ابتدا میگیم نگرششون، پس بر اساس اون نگرش‌ها و اون رفتارهایی که دارن انجام میدن یک سری ارزش‌ها و باورهای فردی و اجتماعیه. هر کدوم از ماها ممکنه توی زندگیمون یک سری باورها، یک سری بایدها و نبایدهایی داشته باشیم که اینها میتونه روی نحوه زندگی ما و سبک زندگی ما تأثیر بذاره. مثلا ما در گذشته ها آبگوشت زیاد میخوردیم، ولی امروزه از حالت سنتی اومدیم بیرون و بیشتر ماها فست فود خور شدیم و همین تأثیر خودش رو روی چی میذاره؟ روی سبک زندگی ما داره نشون میده و میذاره. آداب و رسوم، الگوی مصرف ما، فرهنگ ما، ماها میگیم فرهنگ آموختنیه، فرهنگ یاد گرفتنیه. فرهنگ اینجوری نیستش که من بیام برم یک سری از آداب و رسوم، اخلاق، نمیدونم خیلی از مسائل رو بیام توی یه سرنگ بکنم بعد تزریق کنم به خودم بگم من آدم با کلاس و با فرهنگم. نه، فرهنگ آموختنیه، یعنی از زمانی که شما به دنیا میاید تا زمانی که فوت میکنید این شما دائما در حال یاد گرفتنید. پس اینا میتونه توی زندگی شما چیکار کنه؟ تأثیر خودش رو داشته باشه. اون وظایف و مسئولیت‌هایی که هر فردی بر عهده‌اش قرار میده که اون فرد ازش انتظار میره اون کاری که انجام داده رو درست انجام بده که فرد مسئولیت پذیری است یا فردی است که عدم مسئولیت پذیریش رو نشون میده، روی سبک زندگی ما تأثیر میذاره. نحوه استفاده از فناوری‌ها، تکنولوژی‌ها و ثروت ما. خب خیلی از افرادی که ثروت زیادی دارن، خب بسیار از نظر امکانات دسترسی پیدا کردن به خیلی از امکانات براشون راحت تره، ولی اونایی که در سطح درآمدی پایینی هستن خب به هر حال توی روزمرگی های خودشون هم دچار مشکل شدن. حالا چه برسه به این که بخوان توی مثلا دیگه فرصتی ندارن که اصلا زندگی بهشون این اجازه رو نمیده که بخوان تمرکز کنن، فوکوس کنن که حالا مثلا امروز که من با این انتومنی که من پول دارم بیام برم مثلا یه کلاس خیلی خوب ثبت نام کنم. بیشتر تلاششون اینه که فعلا نیازهای خودشون رو برآورده کنن تا برسن به اون خواسته هاشون. اون چیزهایی که واجبه اهمیت بیشتری تو زندگیشون داره اونا رو انجام میدن، بعد میرن دنبال خواسته هایی که کم اهمیت ترم هستن براشون، چون خواسته چیزیه که اگر باشه خیلی خوبه ولی اگر نباشه خللی تو زندگی من ایجاد نمی کنه. مقابله آگاهانه با خطرات تهدید کننده سلامت، نحوه برخورد با خودمون و دیگران و نحوه برخورد با مسائل و مشکلات زندگی، همه اینها بستگی داره به اینکه جز عواملی هستن که میتونه روی
سبک زندگی ما چیکار کنه تأثیر بسیار زیادی رو داشته باشه. من این قسمت رو برای شما گفتم، پس اگر بخوام روی کتاب هم برای شما علامت بزنم دقیقا تا اینجا میشه. از این رو همواره و برای همه افراد تو هر سنی و با هر سطحی از تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی این امکان فراهم میشه تا بتونن با کسب آگاهی مهارت‌های لازم رو دست پیدا کنن، انتخاب‌های بهتری دست بزنن و با سبک زندگی سالم علاوه بر حفظ ارتقاء سلامت خودشون، کیفیت زندگی خودشون رو هم چیکار کنن، بتونن دست به تغییر. پس همینجا دوباره میتونه یک سوال باشه که برای شما عزیزان گفته میشه. ما به شما گفتیم که این مجموعه عواملش که اشاره شد در قسمت بالا سبک زندگی ما نقش زیادی رو ایفا میکنن، اما اینجا سوال اینه چطور میتونه دست به انتخاب‌های بهتری ما بزنیم؟ ما زمانی میتونیم دست به انتخاب‌های بهتری بزنیم که افراد تو هر سنی با هر سطحی از تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی این امکان رو دارن که بتونن با کسب آگاهی ببرن آگاهی دانششون رو بالا، مهارت‌های لازم رو پیدا بکنن تا بتونن انتخاب‌های بهتری داشته باشن و با سبک زندگی سالم چیکار می‌کنن؟ به حفظ و ارتقای سلامت خودشون و کیفیت زندگی خودشون رو چیکار می‌کنن؟ ارتقا میدن. ما میگیم در بین عوامل مؤثر بر سلامت، بچه‌ها سبک زندگی با سهم 50% بیشترین تأثیر رو داره بر سلامت ما. نگفت 100%، داره میگه 50%. یعنی شما اهمیت سبک زندگی بسیار بسیار حائز اهمیته، ولی من نمیتونم بگم اگر من سبک زندگیم رو تغییر بدم، تمام زندگیم رو روی اصول سبک زندگیم بیارم بالا و تغییرات روش انجام بدم، اینجاست که دیگه من هیچ گونه مشکلی برای سلامتیم وجود ندارم. نه، ما همچین چیزی رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون که اهمیت سبک زندگی بیشتر از اون جهته که با پیشگیری از بروز بیماری در فرد بر کیفیت زندگی اون تأثیر میذاره. پس ما باید یاد بگیریم که پیشگیری کنیم. خیلی چیزا برای ما پیشگیریش خیلی حائز اهمیت تره تا کارهای دیگه. ببینید یک سری عوامل هست که مثل عوامل ژنتیک بهتون گفتم، عوامل ارث نمیتونه، خیلی پررنگه، نمیتونه توی زندگی ما تأثیر نداشته باشه. منی که ژنتیکی خانواده‌ام فشار خون دارن، منی که ژنتیکی سرطان تو خانواده‌ام بیداد میکنه، پوکی استخوان دارم یا دیابت و بیماری‌های قلبی، اینها جز عواملی هستند که بیماری‌های مزمنی هستند که با سبک زندگی افراد ارتباط مستقیم دارن. پس ما نمیتونیم بگیم که اگر من بیام 100% سبک زندگیمو تغییر بدم، این سبک زندگی میتونه من رو به اون چیزی که برای سلامتی مد نظرم 100% منو برسونه. این اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. بر اساس گزارش‌هایی که سازمان جهانی بهداشت گفته بیماری‌هایی مثل سکته قلبی، دیابت، سرطان و پوکی استخوان به عنوان مهمترین بیماری‌های مزمن توی جهان شناخته شدن که با سبک زندگی ارتباط مستقیم دارن. پس سوال اینجا چی میشه؟ این مهمترین سوال دارم می‌نویسم، مهمترین بیماری‌های مزمن، مهمترین بیماری‌های مزمن که با سبک زندگی افراد ارتباط مستقیم دارند کدامند؟ خب ما میگیم چی؟ بیماری هایی مثل دیابت، سکته قلبی، پوکی استخوان، سرطان، اینا. بچه میدونید که به پوکی استخوان هم میگن بیماری مرگ خاموش. یکی از علتاش اینه که بیشتر تو سنین بالا و بین افرادی که سنهای بالاتری دارن و سالمند هستن این اتفاق بیشتر میفته، به دلیل اینکه متاسفانه وقتی ما در دوران جوانی و نوجوانیمون کم تحرک هستیم، بچه هایی که تحرک بسیار بالایی دارن، حتی اونایی که میگن فعال هست، پیش فعال هستن، کودکانی که تحرک بالایی دارن، بچه در دوران
مثلا بزرگسالیشون، اینها کمتر دچار پوکی استخوان میشن و متاسفانه چون سالمندان ما اون سنجش تراکمشون خیلی بالاست و این رو چک نمی‌کنیم، ما توی ایران متاسفانه امید به زندگی یا اون رفاه و امکانات بهداشتی و خدماتی که ما باید برای خودمون انجام بدیم خیلی سطحمون پایینه و هیچ وقت ماها برای این سلامتی خودمون زیاد وقت نمیذاریم و یکی از اشتباهاتی که ما توی زندگیمون داریم دقیقاً همینه. به همین دلیل در خیلی از این موارد اینگونه است که من خودم نقشی در به وجود آوردن این بیماری شاید نداشته باشم، اما عواملی روی من چیکار میکنه، تأثیر میذاره که این عوامل بسیار بسیار میتونه چی باشه، حائز اهمیت باشه. خب پس من میگم بیماری هایی مثل سکته قلبی، دیابت، سرطان، پوکی استخوان با سبک زندگی من چی داره بچه ها؟ ارتباط مستقیم داره. پس ما بایستی خیلی این رو رعایت کنیم، چون بهتون گفتم بیماری پوکی استخوان رو مرگ خاموش میگن و چون چاره دیگه در موردش ما نداریم. اما امروزه توی گذشته ها خب زندگی افراد، خانواده ها شکل های دیگری داشتش. برای مثال اینکه ما اگر پای صحبت خانواده هامون بشینیم، اونا میگن ما یه حیات بسیار بزرگی داشتیم که تمام فامیل دور هم جمع میشدیم، شبا اونجا دور هم میشستیم، یه غذای خیلی ساده‌ای در کنار هم میخوردیم، بچه ها توی حیات با هم بازی میکردن، احساس صمیمیت میکردن. اونقدر زندگی های پرتجملی که امروز ما داریم توی اون زمان وجود نداشته. هر کسی حالا به نوع خودش به اون چیزی که دوست داشته درست میکرده، میومدن دور همدیگه جمع میشدن و ازش لذت کامل میبردن. اما متاسفانه ما امروز اینقدر سطح توقعات خودمون رو بردیم بالا که ما این دوره همی های خودمون رو کمتر کردیم. احساس میکنیم وقتی مهمان میاد توی خونه ما به خاطر سفره باز ما میاد، در صورتی که این گونه نیست. ما باید یاد بگیریم بچه ها، شماها نسل جدیدی هستید که قرار آینده من رو تأمین بکنید. من سالمند چشم و امیدم به شما هست. پس بایستی این نگاهتون، این دیدتون رو نسبت به این جور مسائل عوض کنید و دید وسیع‌تر و بزرگتری داشته باشید. اگر قرار آینده بهتری داشته باشید، پس بایستید از خودتون شروع کنید. دنبال اینکه مسائل شما رو دولت بیاد حلش بکنه یا مامانت بیاد حل بکنه یا فرد دیگری برای شما حل کنه نباشید. خودتون بعضی مواقع میتونید به بهترین حالت ممکنه زندگی خودتون رو چیکار کنید، تغییر بدید. خب متاسفانه امروز شیوه زندگی های ما تغییر کرده. شیوه زندگی ها به این صورت شده که ما از دور همی ها فاصله میگیریم، بیشتر علاقمون این شده که توی فضای مجازی با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. غذاهای سنتی و بسیار مقوی که ما استفاده می کردیم امروز جای خودش رو داده به فست فودها، غذاهای سرد و اینها باعث شده که نحوه زندگی ما عوض شه. بازی هایی که ما انجام می دادیم در دوران کودکی، همون یه مشت خاکی که می ریختن جلوی ما یه خلاقیتی نشون می دادیم، یه چیزی ازش در می آوردیم، کلی مورد تشویق خانواده قرار می گرفتیم، اما امروز جای خودش رو داده مثلا به بازی های کامپیوتری که یکی رو میکشیم، به مرحله بالاتر میرسیم و کلی لذت میبریم دائم. خب درسته، قشنگ، جذاب، من هم قبول دارم، خودم هم بازی میکنم، اما میخوام بگم هر کاری که ما انجام میدیم براش بایستی یه حد و مرزی درونش قائل بشیم. زندگی ما شده زندگی آپارتمان نشینی، برج نشینی، پنت هاوس های مختلف. دوست داریم ابعاد زندگیمون رو بزرگ بکنیم، اما فکر نمیکنیم که این وجود ما هم بایستی یک تغییراتی رو درون ایجاد کنه. کم تحرکی باعث چاقی، افزایش وزن و بیماری های قند، دیابت و متاسفانه سکته قلبی و مسائل دیگری رو برای ما رقم میزنه. پس خواهشی که ازتون دارم، خیلی مراقب خودتون، خانواده های گلتون باشید که دچار چنین مشکلاتی نشید. اما در یک کلام میخواییم ببینیم که خود مراقبتی یعنی چی؟ وقتی من میگم خود مراقبتی، یعنی هر شخصی خودش مراقب خودش باشه. خود مراقبتی یعنی هر شخصی خودش مراقب خودش باشه. انسان ها همیشه در جستجوی راه و روش هایی بودن و هستن که در مقابل بیماری ها،
حوادث، خطرات زندگی، سلامت خودشون و اون حیات زندگی خودشون رو چیکار کنن؟ حفظ کنن و به اون ادامه بدن. در این جریان جوامع و گروه‌های اجتماعی مختلف هم تلاش می‌کنن که در چهارچوب فرهنگ اون جامعه، یعنی بر اساس اون عادت‌ها، رسوم، اون اعتقادات مذهبی، اون معلوماتی که دارن، با بکارگیری روش‌های متفاوت از خودشون و خانوادهشون مراقبت کنن. خود پس اینجا ما میگیم سوالی که وجود داره اینه: اگر ما بخوایم خود مراقبتی رو برای خودمون تعریف کنیم، جوابش تو صفحه بعده که من برای شما میگم، اما اینجا همین رو اشاره کنم بعد میرم سراغش. من در یک کلام برای شما خود مراقبتی رو تعریف کردم، به لحاظ ساده و معنوی گفتم که یعنی هر شخصی خودش مراقب خودش باشه. حالا ما چیزی که اینجا داریم اینه، میخوایم ببینیم که انواع خود مراقبتی ها چه چیزهایی است، چون اینجا هستش، من همینجا نشون میدم که دیگه بعدش مشکلی پیش نیاد. انواع خود مراقبتی، من از لحاظ جسمی، از لحاظ روانی، عاطفی، اینا رو قبلا هم گفتیم، مثل ابعاد سلامت میمونه، اجتماعی و معنوی. پس اینا جزء همون ابعاد سلامت ما هست، چون ما داریم خودمون رو مراقبت میکنیم، بعدهای مختلفش رو داریم به شما میگیم که شما بدونید اگر من از خودم مراقبت میکنم، یعنی دارم سلامتم رو براش تضمین میکنم. پس ما جزء ابعاد سلامت اینها رو خوندیم و شما عزیزان کاملا روش اشراف دارید. حالا اینجا برای شما اومد ده گفته خود مراقبتی، تعریفش اینجاست بچه‌ها، خود مراقبتی گام اولیه، قدم اولیه برای چی؟ برای حفظ سلامت خودم. گفتم هر شخص خودش مراقب خودش باشه. خب این گام اول در جهت حفظ سلامت خودمون میتونه چی باشه بچه ها؟ به صورت جای خالی هم به شما بدن. گام اولی که شما برای خودت برمیداری چیه بچه ها؟ میگیم حفظ سلامت خودمون. سوالی که اینجا معنی داشت یا داشتم براتون میگفتم، گفتیم که خود مراقبتی رو تعریف کنید، انواع اون کدومن که برای شما گفتیم. حالا ممکنه بگه خود مراقبتی رو تعریف کنید، مثالهایی از خود مراقبتی برای خودتون بزنید که اینجا ما براتون اشاره میکنیم و میگیم. مثل اینکه وقتی من میگم خود مراقبتی، مثل خوردن غذای سالم، مثل کنترل خشمم، مثل خوابیدنی که به اندازه کافی باشه، همه اینها رو میتونه چیکار کنه برای شما روی این کتاب شما تو فعالیت سه‌تون احتمال زیاد نشون داده. اجازه بدید ببینم من اینجا فعالیت سه رو دارم. بله اینجا ببینید بچه ها، همینی که من الان دارم برای شما میگم اینجا کاملا نشون داده. میگه که مثال هایی از خود مراقبتی ذکر کنید. خب ما داریم اینجا به شما میگیم مثال هایی که میگه ذکر کنید اینجاست: تغذیه سالم، خواب کافی، خشم خودت رو کنترل کن. بچه ها اگر شما نتونید خشمتون رو کنترل کنید، میشید آدم پرخاشگر، یعنی توی خیابون یکی بهتون یه حرفی میزنه، دیدید متاسفانه بعضی از آقایون پشت چراغ قرمز، این رفتارهای بدی است که ما توی جامعه داریم و داریم میبینیم. طرف میخواد از چراغ قرمز رد شه، یک دقیقه شاید بیشتر طول نکشه، یک ثانیه شاید بیشتر طول نکشه، ولی مثلا حالا طرف به هر دلیلی اومد از جلوش رد شد، شروع میکنه به حرفهای رکیک زدن، از اون ور یه دفعه میبینید نمیتونه یک آن خون به مغزش نمیرسه، آدرنالین خونش ترشح میکنه و این باعث چی میشه؟ دیگه مغز فرمان نمیده، باعث این میشه که قفل فرمون رو برمیداره، میفته تو خیابون دنبال طرف. پس میخوام بگم بچه ها، این تقصیر خودش نیست، این خشمشه، یعنی یاد نگرفته، بهش یاد ندادن که باعث خشم خودش رو چیکار کنه، کنترل کنه. بچه ها استرس بدترین حالتیست که ما تو زندگیمون داریم. دروغ اگه بگم من استرس ندارم، شاید من همین الان که اینجا وایستادم استرس داشته باشم. پس میخوام بگم حواستون به زندگیتون باشه. استرس میتونه خیلی ماها رو عذاب بده و دچار بیماری های بسیار بسیار زیاد بکنه. بعضی مواقع هست که الان شما سال 12 به خاطر هیجانات، به خاطر امتحاناتی که دارید، تو من مرحله‌ای که قرار گرفتید، خب استرس زیادی دارید، بعضیا جوش می
میزنن، بعضی اصلا مشکلات دیگری براشون به وجود میادش. خودتون رو کنترل کنید بچه‌ها. بعدها میشینید میخندید به اینکه چرا ما این همه دغدغه داشتیم. میدونم توی الان توقعات افرادی نزدیکان شما نسبت به شما، خانوادتون، پدر مادراتون زیاده، ولی بچه‌ها بایستی تو هر مرحله یاد بگیریم اول آرامش داشته باشیم. هیچ اتفاقی تو زندگیمون نمیفته حالا یک دقیقه دیر برسیم، چی میشه مگه؟ یاد بگیرید خودتون رو خودتون کنترل کنید. هیچ کس دلسوزتر از خودتون برای شماها نیست. کاهش استرس تو زندگی خودتون، مشورت کنید با افرادی که مطلع هستن، با کسی که صاحب علمه، نه هر کسی، نه با من نوروزپور، چون من اون متخصصه نیستم. پس حواستون باشه توی بروز مشکلات. مهربون باشید، خندیدن بد نیست، همیشه باید بخندید ولی به جا و درست. خندیدن میگه بر هر درد بی درمان دواست. گریه کردن تو شرایط خاص خودش، نه اینکه همیشه یه دونه شیشه دستتون باشه آب قوره بگیرید، نه، ما منظورمون این نیست. گریه کردن بعضی مواقع واقعا یک تسلی و یک آرامشی به ما میده. وقت گذاروندن با خانواده، معاشرت با دوستان، اما در بر اساس اون چیزی که خانواده ها برای شما دارن، نه اینکه ما خود سرانه با هر کسی که دوست داریم راه بیفتیم. انجام فرایض دینی، دعا، نیایش، اندیشیدن قبل از انجام هر کاری. اول ما مشکلمون اینه که اول اون کار رو انجام میدیم بعد فکر میکنیم، این غلطه. اول فکر کن، تمام زوایای این کار رو در نظر بگیر، ابعاد مختلفش رو در نظر بگیر، بعد برو سراغش. از تجربیات دیگران استفاده کنید. بچه‌ها بعضی مواقع ما میگیم نه دیگه، من این کارو انجام میدم، تجربه چی؟ مگه اون چی کار کرده؟ حالا یه بارم من انجام میدم ببینم چه اتفاقی میفته. بچه‌ها اگه قرار بود، بعضی مواقع ما میریم روی یک سری چیزای تجربه میخوایم کسب کنیم که تاوان بسیار سنگینی رو باید بپردازیم. پس این رو نکنیم. اون آرزوها، افکار، احساسات خودمون. بعضی مواقع بچه‌ها ما آرزومون با اون چیزی که تخیله با هدفمون فرق میکنه. هدف فرق میکنه با آرزو و تخیل. بعضی چیزا باید بدونیم که منظور ما از اینی که در ذهن من داره جا میگیره چیه. این که من فکر کنم الان یه اسب سایبری میاد و منو ور میداره میبره به افق، این غلطه. این آرزو نیست، این تخیله. پس حواستون باشه که خیلی چیزا رو ما بایستی خودمون مدیریتش کنیم. احساس ارزشمندی نسبت به خودمون، خودبین باشیم، خوشبین باشیم و اینکه امید به زندگی 100% داشته باشیم و پرهیز کنیم از کشیدن سیگار، مشروبات الکلی، قلیان و اینجور چیزها. اینا سوالایی بود یا مثالهایی بودش که من تو این بخش برای شما دونستم که بایستی بهتون بگم و میگم. خب من این رو اینجا هم آوردم. خود مراقبتی گفتیم، انسان ها همیشه در جستجوی راه حل و روش هایی هستن که مقابله کنن در مقابل بیماری ها، حوادث، خطرات زندگی خودشون و سلامت خودشون. تو این جریان جوامع با اون نگاهی که داره، فرهنگی که داره، عادت و آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی که داره، میاد روش های متفاوتی رو توی خونه و خانوادهش برای مراقبت از اون انجام میده. به شما عزیزان گفتیم که خود مراقبتی انواع مختلفی داره، مثل ابعاد سلامت جسمی و روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی. اما میخواییم ببینیم که گام های خود مراقبتی چی هست، کدوم گام هاست که بسیار بسیار برای ما حائز اهمیته و ما بایستی اونها رو انجام بدیم و شما عزیزان این رو کاملا بدونید. برای خود مراقبتی بچه‌ها داشتن یک برنامه ضروری هستش و نوشتن برنامه باید به مراحل مختلف انجام بشه. ما توی وقتی داریم خود مراقبتی رو انجام میدیم، یه برنامه مدون و کاملی بایستی از این داشته باشیم. ابتدا بذارید من این رو به شما نشون بدم که شما ببینید چرا اینجوری شد. هیچی، درست میشه، الان نگران نباشید. گام های مختلفی برای برنامه ریزی باید داشته باشیم. یک، تعیین هدف. هدف تو زندگی ما بسیار بسیار مهمه. تعیین زمان، ثبت میزان دستیابی به موفقیت ها و شکست هامون، بستن پیمان. بچه ها هر کدوم از اینها میتونه یک مطلبی رو برای شما باز کنه و بگه. پس من دارم ابتدا گام های برنامه ریزی رو میگم که 100% توی
امتحان نهایی براش سوال داده میشه و حتما شما بایستی اینها رو چیکار کنید، لحاظ کنید. من فعلا دونه دونه میگم، اشاره میکنم، بعد توضیح میدم. تعیین مجازات برای شکست هامون، شروع با گام های کوچک، استفاده از یادآورها، مشورت با اطرافیان برای تغییر رفتار، آمادگی برای شروع دوباره در صورت شکست، مد نظر داشتن موفقیت ها و کسب مهارت های لازم، که اینها همون 11 تا موردی هستش که ما بایستی در نوشتن برنامه‌های خود مراقبتی توی زندگی خودمون داشته باشیم تا بتونیم ازش چیکار کنیم، استفاده کنیم. خب حالا من دونه دونه اینا رو برای شما چیکار میکنم، اشاره میکنم و صحبت میکنم. بچه ما میگیم که خود مراقبتی یعنی فعالیت‌هایی که خودمون یا خانوادهمون برای حفظ و ارتقای سلامت خودمون چیکار میکنیم، داریم انجام میدیم. بچه من اگر بخوام برای شما یه چیزی رو نشون بدم، بذارید من یه دونه صفحه داشتم اینجا باز کرده. آها، ببینید بچه ها، من اگر بخوام اینجوری به شما نشون بدم خود مراقبتی رو، اینجا یه چیزی می نویسم، شما نگاه کنید. انتقال هزینه، یه دونه هرم براتون میکشم به این صورت که توی این هزینه های هزینه های بیمارستانی رو داریم، هزینه های پزشکی و پزشک عمومی رو داریم، درسته؟ خود مراقبتی رو داریم. بعد دوباره براتون یه همچین چیزی رو هم میکشم که شما ببینید. خب اینجا مداوای بیمارمونه، مداوای بیمار در بیمارستانه، بعد مداوای بیماری توسط کی؟ توسط پزشک عمومی. خب الان میگه چی میخواد بگه؟ خدمات پزشکی. الله و یحب الصابرین، خدا صبر کننده ها رو خیلی دوست داره. گوش کنید بچه، وقتی من میگم خود مراقبتی یعنی این که فعالیت هایی که خودمون یا خانوادمون برای حفظ و ارتقای سلامت داریم چیکار میکنیم، انجام میدیم. خب هر چقدر که ما خود مراقبتیمون دقیق تر باشه، خب انتقال این هزینه ها برای ما چیه بچه ها؟ کمتر میشه. خب هر چقدر که خود مراقبتیمون کمتر بشه، پرداخت هزینه های بیمارستانیمون چی میشه؟ بیشتر میشه. شما میبینید وقتی من خود مراقبتی رو انجام نمیدم، هزینه پزشک دارم، هزینه بیمارستان دارم، پس اینجا دارم چیکار میکنم؟ هزینه هام رو افزایش میدم. خب پس شما میبینید هر چقدر خود مراقبتی کمتر باشه، پرداخت هزینه های بیمارستانی ما چی میشه؟ بیشتر میشه. پس در یک هرم خود مراقبتی رو ما داریم بررسی میکنیم و هر چقدر خود مراقبتی دقیق تر، یعنی من به سلامتی خودم اهمیت بیشتر بدم، این هرم برای من چی میشه؟ سالم تر خواهد بود. برای اینکه من بتونم از خودم مراقبت کنم، باید یک سری گام ها هست که من اونا رو بردارم. خب در گام نخستی که من برمیدارم اینه، من میگم توی گام اولم من باید هدف داشته باشم. من اون تعیین هدف، هدف باید چی باشه بچه ها؟ هدف باید واضح باشه، واقعی باشه، قابل اندازه گیری باشه. پس سوالی که من میبینم دائم توی نهایی داده میشه اینه که چی؟ در گام برنامه ریزی برای خودم، خود مراقبتیم، این رو میگیم. سوالی که اینجا مطرح اینه، برنامه مکتوب خود مراقبتی هدف باید چه مشخصاتی داشته باشه؟ پس تو این برنامه مکتوبی که من دارم می‌نویسم برای خود مراقبتی خودم، هدف اینجا چه مشخصه‌ای باید داشته باشه؟ هدف یعنی چی؟ میگم هدف باید واضح باشه، باید واقعی باشه و قابل اندازه‌گیری. من اون هدف یا ایدئالی رو که میخوام بهش برسم برای خودم باید مشخص کنم. هدفم رو توی ذهن خودم پررنگش کنم. برای هدفم باید برنامه ریزی داشته باشم. برای هدفم زمان نسبت بهش بدم. یعنی نگم ای بابا حالا تا کنکور میدونی چقدر دیگه مونده، حالا صبر کن الان 365 روز ما وقت داریم. 365 روز میدونی یعنی چی؟ یعنی من خیلی زمان دارم. میخوام بگم بچه ها الان 200 روز بیشتر شاید نمونده باشه به کنکور شما. پس میخوام بگم ما نگیم از الان تا آخر عمرم فرصت دارم.
یه محدوده، یه بازده زمانی مشخص براش در نظر بگیرم. در راستای هدفی که دارم انجام میدم، هر جا که من موفق میشم ازش الگو بگیرم، بدونم دلیل این موفقیت من چی بوده، نکته هاشو یادداشت کنم. وقتی دوچار شکست میشم اون رو ثبتش کنم، چه عاملی باعث بروز شکست من شد. پس ببینم چندین بار برای رسیدن به این هدفم شکست خوردم. پس من از اول این ماه، بعضی مواقع دیدید میگید که من روزی 1 کیلومتر میخوام پیاده روی کنم. این 1 کیلومتر رو که پیاده نمی کنید، حکایت همون شنبه است که قرار ما خودمون رو چیکار کنیم، بریم ورزش کنیم، ولی این اتفاق نمیفته. یا از این بعد میگیم که ما هر روز 30 بار شنا میریم. آیا واقعا میریم؟ اگه هدف داریم باید این هدفمون رو کاملا چیکار کنیم؟ روش تمرکز کنیم، فوکوس کنیم، ذهنمون رو توی ذهنمون این هدفمون رو پررنگ کنیم و کاملا برای خودمون مشخص باشه. گام دوم، مدت زمانی رو که قرار است فعالیت‌های هدف مورد نظرمون رو انجام بدیم مشخص کنیم. یعنی مشخص کنم که هر روز من قراره 7 روز هفته، 7 روز هفتم و یا ساعت مثلا 10 صبح روز پنجشنبه یه زمان بندی مشخص داشته باشم. پس برای هدفم زمان تعیین کنم و مشخص کنم که یا 7 روز هفته یا اینکه مثلا فقط روزای پنجشنبه صبح من میخوام این کار رو انجام بدم. میزان دستیابی ما به هدف‌ها و موفقیت‌ها و شکست‌های خودمون رو چیکار کنیم بچه‌ها؟ ثبت کنیم. یعنی ما بر اساس اون توانمندی‌هایی که ما داریم میایم زمان‌بندی برای خودمون چیکار می‌کنیم، مشخص می‌کنیم. برای مثال نموداری بیایم بکشیم از ساعت‌هایی که فعالیت‌های مورد نظرمون رو توش داریم انجام میدیم. این نمودار رو رسم کنیم، یه جایی بر خودمون قرار بدیم که بیشتر توی دیدمونه، یا مسافتی رو که هر روز داریم میدویم روی تقویممون بنویسیم، هر روز چک کنیم. هر روز از وقتی داریم میریم یک سری ببخشید یک سری به عبارتی مثلا کلمات، جملات خیلی قشنگی هست که توی زندگی به درد ما خیلی میخوره، اینا رو روی اتاقمون، روی آینه، جایی که هر روز بهش نگاه میندازیم و برامون قابل دیدنه، اینها رو انجام بدیم که بتونه برامون یک گام خیلی خوبی در خود مراقبتی خودمون باشه. بچه پیمان ببندیم. اینجا یه سوالی که همیشه باز دوباره توی امتحانات ازش گفته میشه و میگن این هستش که در برنامه مکتوبی که ما میخواییم بنویسیم در رابطه با خود مراقبتی، منظور از پیمان بستن چی هستش که ما این رو بگیم. ببینید بچه ها، پیمان بستن به این صورته که برای مثال اینجوریه که در درجه اول من با خودم باید این پیمان رو ببندم، بعد بیام با خانواده‌ام پیمان ببندم یا با والدینم ازشون بخوام که من رو تو این زمینه همیاری کنن و کمکم کنن. پس پیمان بستن، ابتدا من در درجه اول با خودم، بعد با خانواده‌ام پیمان می‌بندم که اون هدفی رو که در نظر گرفتم اونقدر براش فعالیت می‌کنم، اینقدر براش سعی می‌کنم که اون رو انجامش بدم تا بهش چیکار کنم برسم. خب حالا میام چیکار میکنم؟ از خانواده‌ام هم خواهش میکنم، به والدینم میگم که من چه هدفی رو دارم دنبال میکنم و در زمان خاتمه‌ای که بهش میرسم قراره چه اتفاقی بیفته، چقدر وقت باید باشه، و از اونها میخوام که در انجام این کار منو چیکار کنن، همراه هم کنن و با من همراه بشن. خب پس ما این رو هم حتما باید این پیمان بستنه رو حتما بدونیم. حالا وقتی من دارم این کار رو انجام میدم، در صورت لزوم بیام چیکار کنم؟ تو گام بعدی یه مجازات صریح آشکار برای اون شکست در اجرای فعالیتم داشته باشم. خب من میبینم که مثلا دارم این کار رو انجام میدم، توی اون یه مجازاتی رو برای خودم داشته باشم که مثلا اگر خدایی نکرده شکست خوردم، بیام خب خودم رو میدونم عاملش خودم بودم دیگه، بیام یه مجازات خیلی کوچولو برای خودم در نظر بگیرم که بتونم خودم رو تنبیه بکنم که دقیقا هدفهامو دارم برنامه ریزی میکنم دیگه. برای مثال به فردی که با اون پیمان بستیم بگیم اگر من
در صورت قصور یک کاری رو انجام دادم، در انجام این پیمان برای من یه مجازات تعیین کنه. برای تو مثلا میام به مامانم میگم اگر من این کار رو انجام دادم، قصوری کردم، خطایی انجام دادم، مجازات من اینه که برای شما یه کتاب میخرم. بهتره که این جریمه سبک باشه که من بتونم در توانم باشه که این رو بتونم چیکار کنم انجام بدم. این که من مثلا بیام یه دونه تاوان بسیار گنده و سنگین رو انجام بدم، نه تنها کلن اون اهدافم رو میذارم کنار، بلکه همش تو فکر اینم که اگه من یه موقع مثلا نتونم این کار انجام بدم، این ترسه، این استرسی که درون خودم دارم ایجاد میکنم باعث چی میشه؟ باعث این میشه که من اصلا کلن اهدافم رو میذارم کنار، به خاطر اینکه دارم فکر میکنم وای من الان به مامانم قول دادم اگر این کار رو انجام ندم و شکست بخورم ممکنه چی بشه؟ ممکنه که خب باید برم اون قولی که انجام دادم و بخرم، مثلا باید برم واسهش یه دونه آیپد بخرم. خب من در توانم نیست که برم آیپد بخرم. پس همیشه میگن سنگ بزرگ علامت چیه؟ نزدنه. پس لطفاً حواستون به این کار باشه که این کار رو انجام ندید. عامل بعدی، خسته که نشدید انشالله. برای شروع بعدی گام‌های کوچیک برداریم. گام‌های کوچیک یعنی چی؟ ابتدا این که من یه گام کوچیک برمی‌دارم. در ابتدا حالا نخواهیم برای طولانی مدت انجام این کار رو، خب نمیشه که ما یه زمان طولانی رو در نظر می‌خوایم بگیریم. بیایم خیلی زمانش برامون کم باشه و در فاصله زمانی کوتاه یه کار خیلی بزرگی رو بیایم انجام بدیم. به عنوان مثال اگه می‌خوایم وزن خودمون رو کم کنیم، بدونیم که تو یک شب نمی‌تونیم به وزن مطلوبمون برسیم. پس یک زمان بندی و یک پروسه مشخصی رو بایستی تو اینجا داشته باشیم. پس این زمان بندی رو هم حتما مد نظر داشته باشیم. اما قسمت بعدی، از یادآورها استفاده کنیم. این یادآورها خیلی خوبه. زمانی که مثلا شما دائما این هدف رو به خودتون گوشزد میکنید، چجوری؟ مثلا میای توی موبایلت، دیدی وقتی تولد دوستت یادت میخواد نره، میری روی یادآوری گوشیت این رو مینویسی، مثلا اول مهر تولد فلانیه. خب این رو میدونی، پس این رو توی موبایلت، توی تلفن همراهت، یا توی تقویم سررسیدت، یا نه میای روی آینه خونتون توی اتاقت یه جایی نصب میکنی که فراموش نشه. خب پس دائما جلوی چشم شما باشه که شما بتونید ازش استفاده کنید. از ابزارهایی مثل زنگ هشدار تلفن یا تذکری که به اطرافیان میدید برای اینکه یادآوری کنن رفتارهای ما رو، میتونید این کار رو چیکار کنید؟ دقیقا انجام بدید. گام بعدی، در مورد تغییر رفتارمون نظر اطرافیان رو بپرسیم. از اطرافیانمون بخوایم که بهمون بگن چگونگی حرکت یا فعالیت‌هایی که ما انجام میدیم برای اینکه ما رو سوق میده به سمت اون اهدافمون رو مورد بررسی قرار بدن و نتیجه رو برای ما چیکار کنن بگن. در هر بودی خودمون رو ارزیابی کنیم، بسنجیم خودمون رو. احساس نکنید بگی ای بابا خانم یه ذره بین انگار گرفتن دستشون میخوان ما رو کلن از بالا تا پایین بسنجن ببینن که ما این بچه. یه جاهایی بایستی ما این حرکت ها رو برای خودمون انجام بدیم که نزدیک بشیم به اون اهدافمون. در صورت شکست هرگز مایوس نشید و برای شروع دوباره آماده باشید. ببینید ممکنه که ما بارها و بارها توی زندگیمون دچار مشکلاتی بشیم، شکست هایی رو بخوریم. اصلا نه هراسید، ما زنده ایم برای زندگی کردن و ساخته شدیم برای شکست خوردن. خب ما میگیم اگر بتونیم از هر شکستی که میخوریم، شاید شما تاریخ میخونید، تاریخ رو برای چی میخونید؟ برای اینکه از اون اتفاقاتی که در گذشته ها اتفاق افتاده با خبر بشیم، از اون انسان هایی که تو گذشته بودن، از کارها و فعالیت های اونها درس بگیریم، عبرت بگیریم، شکست های اونها رو بیایم چیکار کنیم؟ برای خودمون یک سلوحه قرار بدیم برای موفقیت هامون. اگر دیدیم که مثلا یک قومی توی زمان گذشته به خاطر جنگی که انجام داد، این جنگش مثلا سلاح سردی به کار برد تا نتونستش در مقابل
قوم دیگری قرار بگیره، حالا ما بیایم از این تجربه استفاده کنیم. این بار ما از سلاح سرد استفاده نکنیم، بیایم از ابزارهای دیگه، از سلاحهای گرم، از ادوات جنگی دیگه استفاده کنیم. پس هر شکستی میتونه عامل چی بشه؟ موفقیت باشه، به طوری که ما بتونیم از تجربیات اون شکست برای خودمون چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. خب پس ما در صورت شکست مایوس نمیشیم، بلکه قوی تر میشیم. دستمون رو میذاریم روی زانومون یا علی میگیم و بلند میشیم، کار خودمون رو ادامه میدیم. نگید ای بابا خانم ما که امسال کنکور قبول نشدیم، حالا سال بعدم ببین چی میشه. دیگران، ما برای خودمون زندگی میکنیم، اهدافمون کاملا مشخصه. نگران نباشید، هر که تلاش میکنه مطمئن باشید که به نتیجه خودش خواهد رسید. پس تو اجرای برنامه خود مراقبتی دچار مشکل شدیم، بنابراین باید آماده باشیم که مجدداً از صفر چیکار کنیم؟ شروع کنیم. یعنی که ما مشورت کنیم با اطرافیانمون، با بزرگترهامون، با والدینمون، با معلمهامون، تا بتونیم با اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. اگه شکست خوردیم ناراحت نشیم، تجربه به دست میاریم و ازش موفقیت‌های بعدیمون رو لحاظ می‌کنیم. موفقیت‌هامون رو مد نظر داشته باشیم. باید به سختی هایی فکر کنیم که تونستیم اونها رو با موفقیت پشت سر بذاریم. این کار موجب چی میشه؟ باعث میشه که اعتماد به نفس زیادی پیدا کنیم. توانایی ما رو برای ادامه برنامه‌مون افزایش میده. پس من بیام موفقیت‌هایی رو که دارم، کارهایی رو که انجام میدم ازش چیکار کنم؟ استفاده زیادی ببرم و بتونم از هر موفقیتی برای خودم استفاده کنم تا اعتماد به نفس دیگری پیدا بکنم. اما گام آخر، مهارت‌های لازم برای خود مراقبتی رو کسب کنم. مهارت توی دنیا امروز داره حرف اول رو میزنه. شاید خیلی از کشورها توی قدیم به تحصیلات یک سری از افراد، به اون تخصصی که داشتن یا سرمایه گذاری هایی که میکردن بهشون چی میدادن؟ اقامت میدادن، بورسیه میدادن، خیلی مسائل دیگه. شما رو قبول میکردن، پذیرشتون میکردن، میرفتید. ولی امروزه دنیا داره میره به سمت مهارت ها. پس ما باید یاد بگیریم که حداقل چندین مهارت توی زندگیمون داشته باشیم که این مهارت ها بسیار بسیار حائز اهمیت. پس باید سعی کنیم در رسیدن به اهدافمون مهارت لازم رو داشته باشیم تا کاری که انجام میدیم موفق باشه و این مسئله در شایستگی ما در رسیدن به اهداف ما چی هستش بچه‌ها؟ مؤثرتر هستش. پس اهدافتون پایدار، گامهاتون استوار. انشاءالله که از این درس رضایت کامل داشته باشید. شما رو به امید خدا میسپارم. تا روز دیگه و ساعت دیگه، خدا نگهدار.